سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. همزمان با نگرانی از موج چهارم شیوع کرونا در ایران، سازمان نظام پزشکی هشدار داده بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها در حال پر شدن است. در همین حال با اعلام مرگ یک نفر دیگر بر اثر ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا، شمار رسمی قربانیان این نوع ویروس به 3 نفر رسیده. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. نگرانی از موج چهارم شیوع ویروس کرونا در ایران. مردم در رفت آمدند، ویروس در گردش. این خلاصه ی حرف‌های مسئولان است. نمونه اش توییت مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی. شروع شد. اورژانس 2 تا، بخش 26 نفر و آی سی یو هم در حال پر شدن. علت با هم رفته بودیم بیرون. علت جلسه بودیم. ماسک رو برداشتیم، چای بخوریم. علت صبح جمعه دوستم اصرار کرد بیا دعای ندبه. علت همه چیز رو تا الان رعایت کردیم. سری به مادر زدیم. اینطور شد مادر الان آی سی یوه. یا این حرف‌های سخنگوی ستاد مقابله با کرونا. اگر جای خیز بیماری صورت میگیره، به خاطر عدم رعایت پروتکل هاست. بعداً باید بریم سراغ بحث اینکه این ویروس آیا ویروس جهش یافته است یا خیر. منظور از ویروس جهش یافته همان گونه است که اولین بار در بریتانیا شناسایی شد. ویروس دیگه تقریباً در کشور چرخیده. به گفته وزارت بهداشت این نوع ویروس حالا در ایران پخش شده. با ثبت یک مورد دیگر مرگ بر اثر ابتلا به نوع جهش یافته در کاشان، شمار موارد رسمی جانباختگان این گونه به 3 نفر رسیده. گونه ای که به گفته مسئولان خطر انتشارش 5 برابر و مرگ و میر آن 3 برابر بیشتر از نوع قبلی است. وزارت بهداشت میگوید در روزهای اخیر از شمار شهرهای کم خطر آبی رنگ کم شده. بدترین وضعیت را خوزستان دارد با 9 شهر در وضعیت قرمز، یعنی بسیار پرخطر. به گفته سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در این استان، بیمارستان رازی پر شده و نگرانی از تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های دیگر وجود دارد. در قزوین استاندار به مدت 2 هفته وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده، از جمله ممنوعیت برگزاری مراسم عروسی و عزا و هر گونه تجمع. راه دیگه نداریم، یعنی همون شستن دست تکرار میشه. مسئولان عمدتاً دلیل شیوع بیشتر را رعایت نکردن مردم میدانند، هرچند انتقادهایی به نحوه مدیریت آنها وجود دارد. در مواردی معدود خودشان هم معترفند. رستوران ها یکی از جاهای بسیار خطرناکه. متاسفانه و متاسفانه و با شرمندگی که نتونستیم اقدامات مهمی روش انجام بدیم. واکسیناسیون به تازگی در کشور شروع شده. ما میتونیم جز کشورهایی باشیم که تو سال 1400 واکسیناسیون رو قطعا تموم میکنیم. هنوز برای قضاوت در این باره زود است، اما قطعا تا آن زمان تختهای بیشتری از بیماران مبتلا به کرونا پر میشود. بیمارانی که بعضی از آنها شاید دیگر هرگز روی زندگی را نبینند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. دکتر بهروز توکلی متخصص اپیدمیولوژی از لندن با ما هستند. آقای دکتر، بعضی مقام‌ها در ایران گفتن که نمی‌دونن که این ویروس تا چه حد پخش شده و امکانات اینم ندارن که بفهمن که منشأش دقیقاً کجاست. در این صورت چطور میشه کنترلش کرد؟ آیا راه دیگه‌ای جز قرنطینه سراسری هست؟ ببینید، هیچ چیز جدیدی الان برای گفتن وجود نداره در رابطه با به اصطلاح انتقال ویروس، چه ویروس کرونایی که از قبل بوده و یا احتمالاً ویروس کرونایی که جهش پیدا کرده. تنها و تنها چیزی که اصلی ترین نکته اینه که بایستی قاطع آنه به اصطلاح این پروتکلایی که مربوط به تماس افراد هستش، تجمعات هستش، به اصطلاح رفتن توی محلهای عمومی، توی قطارها، تو باید تماس بین انسان‌ها به مینیمم برسه هرچه بیشتر، که این متاسفانه در تمام طول بیش از 1 سال گذشته در ایران به دلیل اینکه هیچ وقت یک تصمیم گیرنده و یک پیام دهنده مشخص برای مردم وجود نداشت، همیشه مردم به اصطلاح در این رابطه دچار ابهام بودند و همیشه دچار شک و تردید شدند. اینو بایستی اولین نکتهش اینه که در کشور هیچ کسی نباید بجز یک نهاد که اون هم به اصطلاح ستاد مقابله با کرونا هستش،
که اون هم بایستی نه کسانی که الان در رأس هستن، باید کسانی باشن که به لحاظ علمی و تخصصی این قابلیت رو داشته باشن. اونها باید بیان در رأس قرار بگیرن و جز اون افراد هیچ کسی دیگه نباید به مردم در سراسر کشور هیچ پیامی بده. هرچی اونها تصویب کردن باید دولت اجرا کنه و مجریش باشه. این اصلی ترین نکته است و الا دیگه نمیشه الان به اصطلاح گفتش که با شک و تردید آیا ما امکاناتشو داریم تشخیص بدیم ویروس های جدید و کجا هست. خودشون مقاماتشون اعلام کردن ما امکانات نداریم، نمیدونیم چقدر به اصطلاح ویروس جهش‌شویی یا مدل جدید. اینها همه رو باید بذارن کنار، قاطعانه یک نوع مبارزه و اون مینیمم کردن به حداقل رسوندن تماس بین انسان هاست و رعایت همون پروتکل های دست، صورت و فاصله. این سه تا اصل هستش. الان ایران واکسن اسپوتنیک خریده، چقدر میدونیم که کارایی این واکسن در مقابل این نوع جهش یافته ویروس چقدره و چقدر میتونه امیدوار باشه ایران که با این واکسن بتونه کنترل کنه شرایطو؟ ببینید هیچ اطلاعی در مورد تاثیر به اصطلاح این واکسن روسیه در تأثیرش روی ویروس جهش یافته وجود نداره، یعنی هیچ تستی نشده یا اگر شده هنوز نتایجش پخش نشده، بنابراین ما نمیتونیم در مورد اون نظر بدیم. ولی به هر حال همین واکسن هم به هر میزان اگر بتونن با سرعت بیشتری به اصطلاح مردم واکسینه بشن خوب کمک میکنه. این هیچ اطلاعاتی وجود نداره. تنها واکسنی که من میدونم الان تایید شده که روی ویروس جهش یافته نوع انگلیسی یا کنت که میگن مؤثر هست به اصطلاح همون واکسن آکسفورد هستش. ممنونم ازتون دکتر بهروز توکلی با ما. چند خبر کوتاه. مجلس ایران وزیر اطلاعات را به خاطر حرفهای اخیرش درباره فعالیت هسته‌ای این کشور احضار کرده. جمعی از نمایندگان مجلس از محمود علوی خواستند پاسخگوی حرفش درباره احتمال نقض سیاست‌های کلی نظام باشد. آقای علوی در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به فتوای رهبر ایران درباره حرام بودن سلاح هسته‌ای گفته بود که اگر ایران ناچار شود به دنبال تولید سلاح هسته‌ای برود، دیگران مقصرند. در ایران خبرگزاری‌ها از بازداشت چند مدیر و معاون فروشگاه شهروند متعلق به شهرداری تهران خبر دادند. مدیر عامل این فروشگاه گفته دلیل این بازداشت‌ها تخلف در برگزاری یک مناقصه بوده. اخیراً رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفته بود در میان تمام دستگاه‌ها شهرداری در رتبه نخست فساد مالی قرار دارد. یک ماه پیش هم شهرداران دو منطقه تهران بازداشت شدند. رئیس جمهوری ایران میگوید بودجه کشور نباید درگیر مناقشات بی‌ثمر شود. حسن روحانی امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه بودجه تاکید کرد. حدود دو هفته پیش مجلس کلیات بودجه آخرین سال دولت روحانی را رد کرد. اقدامی که برخلاف انتظار باعث خوشحالی دولت شد، چون کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس آن را بسیار تغییر داده بود. وکیل علیرضا علی نژاد برادر مسیح علی نژاد از رد درخواست اعاده دادرسی او خبر داده. سعید دهقان با اعلام این خبر گفته خیلی نادر است که در پرونده‌ای برادری به دلیل ارتباط با خواهرش محکوم شود. اتهام‌های آقای علی نژاد اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام ذکر شده. اما خانم علی نژاد میگوید ماموران امنیتی می‌خواستند با تهمه قرار دادن خانواده‌اش او را به ترکیه بکشانند بازداشت کنند، اما برادرش مانع شده و برای همین در زندان است. آقای علی نژاد مهر سال 98 در تهران بازداشت شد. او به 8 سال حبس محکوم شده. خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراین در برابر دادسرای نظامی تهران تجمع کردند. گفته شده که برای متهمان قرار نهایی صادر شده و منتظر تعیین تاریخ دادگاه هستند، اما وکلای خانواده ها به پرونده دسترسی ندارند. بعضی از خانواده ها از امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم شکایت کردند. گزارش شده که جلسه دیروز با پاسخهای تند معاون دادستان و بازپرس پرونده به تشنج کشیده شد و بعضی از والدین جانباختگان که حالشان بد شده بود به بیمارستان برده شدند. فرین هاشمی گزارش می‌دهد. تجمع خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح.
یکی از خواسته های آنها محاکمه و بازداشت امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه است. حساب توییتر خانواده های قربانیان واقعه نوشته که صادق عربزاده بازپرس پرونده دادسرای نظامی در پاسخ به اعتراض خانواده ها گفته کدام کشور عاملین شلیک به هواپیمای مسافربری را محاکمه کرده تا ما این کار را بکنیم. در این توییت از معاون دادستان هم نقش شده که گفته کشتیم، خوب کردیم که کشتیم. پدر سهند و الوند صادقی که دو فرزند، نوه و عروسش را بر اثر شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراین از دست داده می‌گوید از بازپرس شعبه 5 دادسرای نظامی تهران درخواست مطالعه پرونده و تحقیق درباره متهمان را کرده، اما بازپرس قرار رد درخواست مطالعه پرونده را صادر کرده. متأسفانه اعلام داشتند که قرار نهایی صادر و به تبع آن کیفرخواست دادسرا نیز اصدار یافته است و این یعنی قاعده فراغ دادرس. به تعبیر ایشان دیگر حق هیچ گونه تحقیق در این مقوله را نخواهند داشت. هفته پیش شبکه خبری CBS کانادا گفت دولت این کشور در حال بررسی یک فایل ضبط شده است که در آن شخصی که گمان می‌رود محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران باشد در مورد عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه بحث می‌کند. وزیر خارجه ایران در توییتی گفت که این فایل جدی است. این محل استقرار سامانه پدافندی. مقام‌های مختلف حکومت ایران می‌گویند علت شلیک به هواپیمای اوکراین خطای انسانی بوده، اما اینکه پدافند سپاه چند ثانیه بعد از شلیک اول موشک دومی هم به هواپیما شلیک کرده باعث شده بسیاری این روایت را زیر سوال ببرند. این هم تازه‌ترین واکنش تورج دهخانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در گفتگو با روزنامه شرق. آسمان قرار نبود ممنوع اعلام شود، مگر سازمان هواپیمایی کشوری قادر به بستن آسمان بود؟ باید از این سازمان درخواست کنند. جدای از آن، از این دست حوادث در جهان چقدر اتفاق افتاده؟ کم نیست. کسانی که با نظام، حاکمیت و جمهوری اسلامی عناد دارند، این بحث را سیاسی کردند. خانواده های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراین میگویند از عدالت قضایی در ایران ناامیدند. بعضی از آنها از مقام های ارشد حکومت به دادگاه های کانادا و آمریکا شکایت کردند. هرچند نتیجه این شکایت ها هنوز مشخص نیست. آنچه واضح است پایان زندگی 176 انسان و ویران شدن خانواده های آنهاست که جبران ناپذیر است. فرین آسمی، BBC. از عظمت اژدری، خواهر یکی از جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراین، در مورد جزئیات ماجرای دیروز پرسیدم. دیروز خانواده ها بعد از حضور در دادسرا متوجه شدن که البته بازپرس پرونده صادق عربزاده به اونا توضیح داد که تحقیقات انجام شده، بازرسی انجام شده و پرونده از دادسرا خارج شده و به دادگاه رفته و منتظر قرار نهاییه. الان خانواده ها با این سوال مواجه هستند که وقتی که بررسی پرونده و حتی نگاه کردن به پرونده برای وکلای خانواده ها و خانواده ها کاملا خارج از ارادهشون هست و همچین اجازه معذرت میخوام بهشون داده نمیشه، این فقط نشون میده که ایران صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره. حالا این پرونده بره دادگاه و اونجا اگر اعتراضی قرار باشه بهش بشه و ممکن نباشه، این دادگاه غیر از یه دادگاه نمایشی چی میتونه باشه؟ بیش از 13 ماه از این قضیه گذشته، به جای اینکه به ما توضیح بدن، به جای اینکه معرفی بشن، به جای اینکه مجازات بشن، حتی زبونشون هم درازه و ما نیازی به دلجویی اونها نداریم، ولی توقع هم نداریم بهمون توهین کنن. یکی از پدران کشته شدگان برگشته اونجا گفته که شما بچه منو کشتید، جواب دادن کشتیم، خوب کردیم که کشتیم. این یعنی به نظر من اگر دادگاه عادلی وجود داشته باشه، بیشترین جرم رو میتونه شامل حال این کسی بکنه که همچین حرفی زده. عظمت اژدری بود از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراین. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز.
پروتکل‌ها در بعضی از شهرها واقعا پایین اومد، یعنی زیر 20%. همزمان با اعلام چرخش نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایران، سازمان نظام پزشکی در مورد پر شدن بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها هشدار داد. گروهی از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین با تجمع مقابل دادسرای نظامی تهران خواهان محاکمه فرمانده نیروی هوافضای سپاه شدند. با رأی سنای آمریکا به تبرئه دونالد ترامپ از اتهام تحریک به شورش مهاجمان برای حمله به ساختمان کنگره، پرونده استیضاح رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده بسته شد. در نهایت 57 سناتور در مقابل 43 نفر علیه آقای ترامپ رأی دادند که کمتر از 2/3 آرای لازم برای محکومیت بود. دموکرات‌ها تنها 50 کرسی سنا را در اختیار دارند و در این روند تنها 7 سناتور جمهوری خواه با آنها همراهی کردند. آقای ترامپ تنها رئیس جمهوری در تاریخ این کشور بوده که دو بار استیضاح شده. همکارم خشایر جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایر، این مقداری از واکنش‌ها به تبرئه آقای ترامپ برامون بگو. دموکرات‌ها از قبل می‌دونستان جمهوری‌خواهان رأی نخواهند داد به این روند، به خاطر اینکه معتقدند که آقای ترامپ قدرت زیادی در حزب جمهوری‌خواه داره، رأی بسیار زیادی در انتخابات گذشته به دست آورد و از تبعات این کار می‌ترسن که هواداران آقای ترامپ در انتخابات آتی به اونها رأی ندن، و این رو در واکنش اونها هم می‌شد دید. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به تبرئه آقای ترامپ در سنا گفت که اونها بزدل هستند. واکنش‌های مشابهی رو از دیگر جمهوری دموکرات‌ها می‌شد دید. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس سنا که خودش به تبرئه آقای ترامپ رأی داده بود، در سخنرانی گفت که هیچ شبهه‌ای وجود نداره که به طور عملی و اخلاقی آقای ترامپ مسئول تحریک هوادارانش برای حمله به ساختمان کنگره بوده، اما به گفته او به محکومیت آقای ترامپ رأی نداره، چرا که او دیگر رئیس جمهوری نیست و نظر قانونی نمیشه کسی که رئیس جمهور نیست و در سنا تحت عنوان استیضاح محکوم کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که این روند نشون میده که دموکراسی چقدر شکننده است و نیاز به حفاظت داره. گفته که در درست است که آقای ترامپ در سنا تبرئه شده، اما ماهیت اتهامی که بر او وارد شده در اون شکی نیست. اتهامی که دموکرات‌ها آقای ترامپ رو بهش متهم می‌کردن این بود که او هوادارانش رو تحریک کرده که به ساختمان کنگره یورش ببرن، درست در روزی که کنگره تشکیل جلسه داده بود برای اینکه تایید نهایی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رو در 6 ژانویه انجام بده. خشایار، آقای ترامپ هم خودش واکنش نشون داده و از این برمیاد که حالا بعد از اینکه تبرئه شده تمایلش رو داره نشون میده برای اینکه در انتخابات دور بعد شرکت کنه. آقای ترامپ در بیانیه‌ای که در واکنش به رأی سنا صادر کرد، صحبت از این کرد بار دیگر که دموکرات‌ها در حقیقت دنبال ساحره‌گیری هستند و گفتش که این تازه آغاز نهضت آمریکا رو با عظمت بر بگردانیم هست و این تازه شروع شده. خیلی از هواداران آقای ترامپ خواهان این هستند که در انتخابات آتی در سال 2024 مجدداً نامزد ریاست جمهوری بشه. 74 میلیون رأی آورد در انتخابات قبلی و هواداران زیادی داره و دموکرات‌ها یکی از کارهایی که یکی از اهدافی که داشتند برای محاکمه آقای ترامپ در سنا این بود که در صورت محکومیت باعث بشن او دیگر نتونه در انتخابات آتی در آمریکا نامزد بشه. به این دست پیدا نکردن و در حقیقت از این لحاظ آقای ترامپ پیروز این میدان بوده، هرچند که شکاف سیاسی در آمریکا عمیق‌تر شده بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و حتی در بین حزب جمهوری‌خواه هم برای اولین بار شاهد بودیم که رقم بی‌سابقه‌ای، هرچند که 7 نفر بوده، اما اعضای حزب رئیس جمهوری که مورد استیضاح بوده به اصطلاح به محکوم کردن او در سنا رأی دادن، که خودش نشون میده که در بین سناتورهای جمهوری‌خواه هم یک دستی و به اصطلاح یک دستی وجود نداره و در بین اونها هم اختلاف وجود داره. این برای آینده آمریکا شاید خوشایند نباشه. پیام آقای بایدن هم دیروز این بود که حالا که این قضیه گذشته باید در جهت همگامی و اتحاد حرکت کنیم.
او دنبال این هست که در ماه‌های آینده بخش‌های عمده‌ای از برنامه سیاسی خودش رو کلید بزنه. بحث مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا و تشدید واکسیناسیون همچنان اهمیت بسیار زیادی داره و آقای بایدن سعی داره که این روند استیضاح رو به پشت سر بگذاره و به سمت جلو حرکت کنه. ممنونم از خشایر جنیدی با ما. وزارت خارجه افغانستان از همکاری ایران برای مهار آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه، گشودن مرز و انتقال بیش از 1000 وسیله نقلیه به خاک ایران قدردانی کرده. در همین حال یک روز پس از این آتش‌سوزی مهیب، موج انتقادها و واکنش‌ها علیه دولت شدت گرفته. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات هم گفته حجم وسیعی از سرمایه‌ها خاکستر شده و مقدار قابل توجهی هم به غارت رفته. محمد قاضی‌زاده از هرات گزارش می‌دهد. 24 ساعت از فاجعه گمرک اسلام قلعه میگذره و میلیون ها دلار به این مردم فقیر ضربه زده. کسانی که هست و بودشان را در این آتش سوزی بی سابقه و مهیب از دست دادند، حالا در میان خاکستر بجا مانده سرمایه هایشان قدم میزنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات که دیشب گفته بود دست کم 50 میلیون دلار به سکتور خصوصی صدمه رسیده و 500 موتر طعمه آتش شده، امروز گفته مقدار از کالاهای تجارتی هم در گیرودار پس از حادثه به غارت رفته. عمق فاجعه به مراتب از آنچه که تصور میشد بیشتر بود. حجم وسیعی از تانکرهای تیل، گاز و اموال متفرقه سکتور خصوصی در آتش سوخته. متاسفانه افراد غیر مسئول حجم وسیع از اموال متبقی را غارت کردند. زیر ساخت خاص در اسلام قلعه نمانده. افرادی که میگویند سرمایه‌شان پاک سوخته خشمگینند و گویا نمیدانند آنچه از دست رفته چگونه جبران خواهد شد. هفته ها موترار در داخل گمرک معطل میکنن به خاطری که صاحب بارها و موتروان ها مجبور بشن به اینا رشوه بدن تا از دروازه خارج بشن. حکومت نمیتونه نظم مدیریت صحیح داشته باشه. موترای که 6 7 روز برنامه اون خلاص شده و می دلیل نتونستن از دروازه خود بیرون بشن و این حادثات به بار اومده. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری هم ابراز تأسف کرده ولی گفته سر باشد کلاه پیدا می شود. آقای صالح گفته با آنکه حجم تجارت افغانستان با کشورهای همسایه بالا رفته، اما تأسیسات از زمان انزوای این کشور است. معاون رئیس جمهوری افغانستان گفته دولت برنامه های برای معیاری سازی گمرکات افغانستان روی دست دارد. این اما یک وعده است. اینجا دیروز آتش بود و امروز خاکستر. متضررین عمل می خواهند و غرامت. محمد قاضی‌زاده، بی بی سی، هرات. چند خبر کوتاه. در روسیه اعتراضات طرفداران الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان، رنگ و بوی ولنتاینی گرفته. در یکی از این اعتراضها زنان برای نشان دادن همبستگی با دیگر زنانی که مورد آزار و اذیت سیاسی قرار گرفتند، با روبان سفید، گل قرمز و بادکنک‌هایی به شکل قلب زنجیره‌های انسانی تشکیل دادند. هواداران آقای ناوالنی همچنین با استفاده از شمع و چراغ قوه تلفن همراه مراسم یادبود برگزار کردند و عکسایی از اون رو با هشتگ عشق از ترس قوی تر است در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. در یمن هر دو طرف درگیر در ده‌ها کشته دادند. حمله شورشیان حوثی علیه نیروهای دولتی در اطراف شهر معرب شدت گرفته. مقام‌های دولتی می‌گویند در 24 ساعت گذشته 16 نفر از نیروهای خود را از دست دادند و ده‌ها حوثی را کشتند. حوثی‌ها در یک سال گذشته برای به دست گرفتن کنترل معرب می‌جنگند. این شهر آخرین سنگر تحت کنترل دولت در شمال یمن است. فضاپیمای اماراتی اولین تصویر خود از مریخ را به زمین مخابره کرد. این فضاپیما هفته پیش وارد مدار سیاره سرخ شده بود. محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی مخابره این عکس را لحظه تاریخی برای امارات توصیف کرده. دانشمندان به دنبال دلایل خوش شدن کره مریخ هستند که روزگاری آب در آن جریان داشت. تا به حال تنها 5 کشور سفر فضایی به مریخ داشتند.
شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها در بریتانیا بارها پای حیوانای غیر اهلی رو به محیط‌های شهری کشونده. این بار خانواده متوجه شدن که غذای گربه‌هاشون گم میشه تا اینکه دوربین کار گذاشتن و اینطوری تونستن مچ مهمون ناخونده رو بگیرن. گزارش پیرز هاپکک رو ببینید. مهمان ناخوانده‌ای که شبها به خانه خانواده هندرسون سرک می‌کشید و به یک معما تبدیل شده بود، خوشبختانه دوربین کار گذاشته شده سر به زنگا مچش را گرفت. من خوابیده بودم که یه صداهایی از آشپزخونه شنیدم. بعد تو تختم تلو خوردم و فکر کردم یکی از گربه‌های خونه است که میخواد از تخت بیاد بالا. ولی چشامو که باز کردم با یه پوزه سیاه لزج روبرو شدم. یه گورکن بود با چنگولاش روی تخت. اول یکم شوکه شدم چون ساعت 5 صبح بود، ولی راستش هیجان انگیزه. ظاهراً این گورکن از سرما و بوی غذای گربه ها دوباره برگشت و از اون روز به بعد شده صاحب خونه. شخصیت خودشو داره، ککشم نمیگزه و بیخیاله، خنده داره، عاشقشم. میخوام رامش کنم و تو خونه نگهش دارم، ولی فکر نکنم همسرم خیلی خوشحال بشه. حالا اسمش رو گذاشتن برتی. او در دو هفته گذشته چند بار به اینجا سر زده. در دوران قرنطینه و محدودیت ها سرگرمی بدی برای خانواده هندرسون نیست. بامزه است. تنها مشکل بوشه. هر بار که غیبش زد باید بعدش آشپزخونه رو با بخار تمیز کنیم. این اتفاق غیر معمولی نیست. قبلا هم اتفاق افتاده. عادتا وقتی توله هستن به آدم نزدیک میشن و میان پیشت. این یکی بالغه، اما به تدریج ترس شیخته و عادت کرده و میدونه که اگه از سوراخ گربه بیاد تو غذا گیرش میاد. از زمانی که این تصاویر در فیسبوک منتشر شده، برتی به یک ستاره شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. ولی برتی باید حواسش باشه چون غذای گربه بهش ساخته و همین روزا توی سوراخ گیر میکنه. پیرز هاپکک، بی بی سی نیوز. خب بریم به مکزیک، جایی که با بیش از 173 هزار مرگ ناشی از کرونا بعد از آمریکا و برزیل در رده سوم قرار داره. از سوی دیگه این کشور با خشونت افسارگسیخته باندهای تبهکار و فقر دست و پنجه نرم میکنه. در میان یک زوج مکزیکی برای نجات جان بیماران مبتلا به کرونا و قربانیان خشونت‌های مسلحانه تلاش میکنن. آنا لوران از مرز مکزیک با آمریکا گزارش میده. این شهری است که صدای آژیر آمبولانس بخشی از زندگی در آن شده. دانیل امدادگر سازمان صلیب سرخ است. او 20 سال است که در شهر تیخوان مکزیک کار می‌کند. این یه کار بدون وقفه است. ما قبلا بیشتر با مریضای معمولی و جراحات شدید سر و کار داشتیم. ولی حالا تنها باید به بیماران مبتلا به کووید برسیم. خانم متاسفانه شوهرت فوت کرده. نه، این حقیقت نداره. بدنش هنوز گرمه. درسته، ولی مشکل کووید اینه که نمیتونن نفس بکشن. نمیتونه حقیقت داشته باشه. او تنها 49 سالش بود. بسیاری از مردم اینجا در مورد کرونا تردید دارند. به همین خاطر امدادگرهایی مثل دانیل بسیاری از بیماران مبتلا به کووید را در خانه‌هایشان پیدا می‌کنند، در حالی که بیشترشان جان دادند.